در یک پرونده حقوقی که مدتی طولانی در دادگاهی در هند در جریان بود، دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را که به نفع شیعیان رأی داده بود را لغو و به نفع طرف مقابل یعنی شهرداری ایندور رأی داد. همکارم در گزارش خود به شرح ماجرای این پرونده پرداخته که با هم می‌بینیم. دادگاه ایندوره در ایالت مادایا پرادش به نفع شهرداری این شهر در خصوص حقوق مالکیت یک زمین حدود 7 هکتاری به نام حسینیه کربلا واقع در نزدیکی لعلباغ در مرکز شهر حکم صادر کرد. این حکم ادعای هیئت اوقاف شیعیان را رد و شهرداری را به عنوان مالک قانونی این زمین اعلام کرد. حکم اولیه دادگاه بدوی در سال 2019 به نفع هیئت اوقاف شیعیان صادر شده بود، اما همکنون در دادگاه تجدید نظر که این پرونده مورد بررسی قرار گرفت، حکم اولیه لغو و رأی به نفع شهرداری ایندوره صادر شد. شهرداری ایندوره ادعا کرد که این زمین متعلق به شهرداری است و تنها بخشی کوچکی از آن در نزدیکی رودخانه ساراسواتی برای مراسم مذهبی در طول ماه محرم به منظور عزاداری استفاده می شود. هیئت اوقاف شیعیان و هیئت امنای حسینیه کربلا در دادگاه استدلال کردند که این زمین 150 سال پیش توسط حاکم ایندوره به جامعه شیعیان برای استفاده های مذهبی اختصاص داده شده و در تاریخ 29 ژانویه 1984 به عنوان ملک وقفی ثبت شده است. قاضی دادگاه در حکم خود اعلام کرد که شهرداری ایندوره توانسته مالکیت خود را اثبات کند. دادگاه اذعان کرد که جامعه مسلمانان به مدت 150 سال از بخشی از این زمین برای آیین‌های محرم استفاده کردند، اما هیئت امنا نتوانستند مدارک کافی برای اثبات اینکه زمین مذکور ملک وقفی است ارائه دهند. این حکم رأی سال 2019 دادگاه بدوی را لغو کرده و شهرداری ایندوره را به عنوان مالک قانونی حسینیه کربلا به رسمیت شناخت. ساعت پیش با شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو گفتگوی داشتم و از او پرسیدم لطفاً در رابطه با روند چند ساله پرونده حسینی کربلا در دادگاه که منجر به صدور حکم در دادگاه تجدید نظر شد توضیح بفرمایید و همچنین بیان بفرمایید که آیا امیدی به صدور رأی مجدد به نفع شیعیان در این زمینه هست یا خیر. پاسخ شیخ مصطفی ادیب هندی را با هم بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مورد این صدور حکم در توسط دادگاه در شهر ایندور ایالت مدر پردیش، باید گفته شود که این جریان چندین سال هست و در سال 2019 در حق وقف یعنی اوقاف رای داده شده بود، ولی ادعای شهرداری درخواست کردن، تجدید نظر کردن و الان امروز یعنی دادگاه به حق شهرداری شهر ایندور این حکم را صادر کرد. گفتنی است این دارین مزید این الان اگر شما در جریان باشید، دوستان هم در جریان باشند که لایه جدیدی که دولت هندوستان میخواد بیاره در همین قبیل است که هر جا که یک فردی یا مثلا شهرداری ادعا کند این مال ما هست، خود به خود مال اونها میشه، مگر اینکه اینها بیان بتونن ثابت کنن با تمام مدارکی که این مال ما بوده. یعنی قاعده ید دیگه اینجا حاکم نخواهد بود و معمولا این اوقاف ها، این وقف ها، این زمین ها مال 100 سال 150 سال 200 سال قبل بوده، شاید مدارکی اصلا نباده بوده، فقط مثلا به قولی بوده، قراردادی بوده، پادشاه اون منطقه، راجای اون منطقه یا نواب اون منطقه این رو بخشیده بود و مردم اون رو استفاده میکردن در حسینیه به عنوان حسینیه یا به عنوان زمین کربلا یا به عنوان برای دفن چیزهای تبرکات عزا و اینجور چیزها که تو هند مرسوم هست. لذا
این یک نمونه از این چیزها است که اگر این لایحه که الان در پارلمان هست اگر این اجرا بشه و دولت این رو تصویب کنه، دیگه همینجوری تمام اوقاف شیعیان و مسلمانان از دست میره و این حکم دادگاه اصلا خلاف اصل قوانین هندوستان است. هنوز که این لایحه عملی نشده و این لایحه این باید به حق وقف بوده باشد، ولی اینجوری شده. حالا راهی که برای اوقاف مونده اینه که بره به دادگاه عالی کشور شکایت کنن و این پرونده اونجا تشکیل بشه و تجدید نظر بشه. ولی این کل جریان اینه است که این حکومت و این دولت میخواد کل اوقاف و کل زمین های شیعیان و مسلمانان را که خیلی زیاد هم هست را به دست بگیره و به عنوان ملکیت خود ازش استفاده کنه. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند، از لکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.